بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از توافق ای ایران انتقاد کرد و گفت اسرائیل هرگز اجازه نخواهد داد که ایران به جمع دارندگان سلاح هسته‌ای بپیوندد و افزود پیام من به رهبران ایران این است نقش شما برای نابودی اسرائیل شکست خواهد خورد رئیس سپس خطاب به اعضای سازمان ملل متحد گفت با وجود هر ای که در این ساختمان تصویب کنید و هر تصمیمی که بگیرید اسرائیل هر کاری که لازم بداند برای دفاع از خودش انجام خواهد داد و این سایر کشورها را به سکوت در برابر تهدیدهای ایران متهم نمود و سپس به مدت 45 ثانیه سکوت کرد آقای نتانیاهو در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی اسرائیل برای از سرگیری فوری و بدون قید و شرط گفتگوهای صلح با فلسطینیان خبر داد گفت که سخنرانی روز گذشته محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نشان داد که وی آماده مذاکره نیست و ابراز امیدواری کرد که آقای عباس نظرش را تغییر دهد رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی پیشتر گفته بود تا زمانی که اسرائیل به شهرکسازی در مناطق اشغالی ادامه دهد تشکیلات خودگردان به تعهدات خود در موافقتنامه اما نخواهد کرد.